أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ونظم أمركم. بسلام و درود بی پایان بروان خاتم الانبیا محمد مصطفی، فرزندان معصوم اون حضرت، یاران با وفا و صمیمیش. سلام و درود خدا محضر شما خوبان و عزیزان مستحضر در سنگر محراب و عبادت و بندگی. ابتداعا خودم را از باب احتیاج و نیاز و شما خوبان را از باب تذکر توصیه به تقوای الهی می کنم. خداوند عز و جل را سپاس گذارم که باز هم توفیق و حضور در محضر شما خوبان، اون هم در سنگر مقاومت و سنگر روشنگری یعنی محل نماز جمعه در محضر شما خوبان قرار دارم. زیاد هوا سرد است، تلاش میکنم به یاری خدا و کمک حضرات معصومین صلوات الله علیه مجمعین مطالب را خیلی مختصر محضر شما خوبان تقدیم میکنم. ایامی که در اون زندگی میکنیم، یکی دو روز از ولادت نازنین زینب کبرا دخت بزرگ علی، زینت دوش ولی خدا علی ابن ابی طالب گذشته است. ضمن تبریک این ایام خجسته، مطالبم را این گونه آغاز می کنم. خداوند عز و جل مکانهای را اجازه داده است که ذکر خدا در اون مکانها بلند شود. فی بیوت بیتها و خانه هاییست که اذن الله اذن داده از خدا بر این خانه. ان ترفع و یذکر فی اسمه
بالا برود و یاد خدا در اونجا واضح شود. ذکر خدا در اون خانه ها به وضوح شنیده شود، غفلت از این خانه ها زدوده شود. نمونه از این خانه را معرفی بکنم خدمت شما، یک خانه گلی، ظاهرا خیلی محقر، به نگاهی انسانهای دنیا زده هیچ نمیارزد، ولی وقت خدا اجازه داده است در این خانه ها ذکر خدا و یاد خدا بالا برود، این خانه ذکر ای که از این خانه بلند می شود عالمگیر می شود. یک روز در کربلا تصور می کردن یاد خدا دیگه از جامعه ریشکن شده است، کسی نمانده است یاد خدا را در جامعه متذکر شود. اما با بقای یک مشت زن و بچه، اما زن و بچه یکی متعلق به همون خانه هاست، چنان عظمت و شکوه آفریده می شود که در عالم نظیرش دیده نشده است. زینب سلام الله علیها، تاریخ رو وقت ورق بزنیم، زینب قبل از عاشورا و بعد از عاشورا تفاوت بسیار عظیمی کرده است. زینب قبل از عاشورا، به خصوص روز عاشورا، وقت تاریخ رو ورق بزنیم میبینیم گریه میکند، استغاثه میکند، گاهی سر و صورتش را لطمه میزنه. وقتی میبینه مردم این گونه بی حیا شده ان و ولی خدا میتازن، زینب بیتابی میکنه. اما بعد از روز عاشورا دیگه ناله زینب را کسی ندیده است. اگر بعض جاها هم ناله کرده است، برای روشنگری بوده است. نمونه، وقت آمد وارد قتلگاه شد، صدا زد یا رسول الله، این کشته فتاده و هامون حسین توست. چرا این حرف رو میزنه زینب؟ برای اینکه اون نقشه خائنانه بنی امیه را نقش برآب بکنه، با تبلیغات وسیع اعلام کرده بود حسین از دین جدش برگشت. آمد دست ها را زیر این پیکر نازنین برد، بالا آورد، گفت خدایا این قربانی را از ما قبول کن، اما این قربانی در مسیر راه تو اندک است. این زینب کاملا متفاوت، یک کاروان 80 چند نفره را رهبری میکنه، اونقدر مقتدرانه، اونقدر عالمانه، اونقدر زیبا رهبری میکند که دشمن را به سطوح میاره. وقت لشکر رسید به کاخ جهنم منشه یزید، سوال کرد با این قافله اسرا، وقتی میامدین چگونه برخورد کردن با شما، چی چیزی دیدین؟ دشمن اعتراف میکنه، میگه امیر به خدا قسم هیچگاه ذلت را در چهره نام حتی ندیدیم، با تازیانه زدیم، شهر به شهر، دیار به دیار بردیم، اما عزتمندانه زندگی کردند. در مسیر راه وقت لشکر اتراق میکرد، غذاهای متنوع برای عساکرشان آماده میکرد، منتظر بودن یکی از دختران گرسنه یک التماس بکنه، ولی میدید اینها چنان زیبا، چنان با عظمت به هم دیگر ارتباط میدهد قضایا را، یکی مشغول سجده میشود،
یکی مشغول ذکر می شود، یکی هم مشغول تلاوت قرآن می شود. یک ذره خم به ابرو نمی آرد، نه زینب، بلکه اونهایی که زیر پرچم زینب و زیر رهبری مدیریت زینب حرکت می کنه. حتی طفل 3 ساله، حتی طفل 3 ساله. یزید به خدا این کاروان ما را بیچاره کرد، این کاروانی که گمان میکردیم با اسارتشان میتوانیم کینه ها و عقده های بدر و احود و هنین را از اینها بگیریم، تلافی کنیم، ولی با یک حرکت مقتدرانه ما را زمینگیر کردیم. وارد قصر جهنم منشی عبیدالله ابن زیاد می شود. شما اهل منبرین، الحمدلله، شما خوشچین های منابرین، مطالب رو خوب اخذ می کنین. وقت وارد قصر جهنم منشی ابن زیاد می شود، ابن زیاد رو زمینگیر می کنه بی بی. ابن زیاد که تصور می کنه با یک مشت عیال اسیر آواره، زخم خورده، مستره، نگران روبروز، ناگهان با کوه صبر و استقامت و شجاعت و غیرت علوی و عفت فاطمی روبرو می شود. نگاهی کرد، من هاده المتکبره، این خانم کیه که عظمت جلسه را زیر سوال میبره؟ من هاده المتکبره. گفتن آقا این دختر بزرگ علی، زینب جواب نداد، یعنی با این سکوتش اعلام کرد ابن زیاد تو شایسته جواب دادنم نیستی. وقتی ابن زیاد متوجه شد با یک حریف روبروز که معلم و قرآن پیامبر، زهرای مرضیه، علی ابن علی طالب، امام حسن مجتبی و سید الشهدا و معلم این دختره، خیلی مهم. وقتی ابن زیاد متوجه این قضیه شد، خودش را جمع جور کرد، خواست که جلسه را با ترفند مکر و نیرنگ و تبلیغات مسموم کننده تغییر بدهد و زینب را به زانو در بیاورد. سوال کرد دختر علی، دیدین خدا با شما و برادران و خاندان چکن؟ یعنی هم مسئله جبر را خواست با این قضیه القا کنه، هم خودشان را تبرئه کنه، قضایای کربلا را بگه از جانب خدا بوده، و هم از طرف دیگر نمک به زخم زینب بپاشه. اهل مجلس متحیر، زینب چه کار میکنه؟ شروع میکنه به ناله کردن. ناگهان دید، فرمود و ما رأیت الا جمیلا. ابن زیاد، ما در کربلا دیدم امامت با شهادت چگونه با هم هماهنگ حرکت کرده است. دیدم شهادت که بهترین وسیله است برای ترقی بشر، میراث خاندان رسول الله، با امامت ممزوج شده. ابن زیاد، من در کربلا دیدم زهیر ابن قین که مدتها از خاندان نبوت بریده بود، دیدن در کربلا چه زیبا درخشی. ابن زیاد، دیدم حر که یک عمر زیر پرچم غیر الهی سینه زده بود و حرکت کرده بود، دیدم یک مرتبه چگونه متحول شد، آمد در بیت الهی خودش را چنگ انداخت و نجات پیدا کرد. برادران، خدای عزوجل وقتی می فرماید
به بیوت هست که خدا اجازه داده این خاندان بالا برود و ذکر خدا در این خانه ها تلعلق کند. معنی این جمله اینه، اگر کسی از این خانه بیرون شود، با این خانه ارتباط نداشته باشد، نمازش هم جهالت است. نمازی که معراج مؤمنه، نمازی که ستون دینه، این نمازم اگر با اهل بیت گری نخوره، از بیت الهی بیرون باشه و رابطه با بیتی که خدا اجازه داده بالا برود این رابطه نداشته باشه، این نمازم نمازی است که نور ندارد، نمازی است که جهلش بیشتر می شود نمازگزار. مگر ابن زیاد نماز نمیخواد؟ مگر ابن ملجم مرادی نماز نمیخواد؟ مگر امروز در کشورهای اروپا و آمریکا و شوروی، هندستان، کشورهای ضد دین مساجد رو بستن؟ نه، اینا فهمیدن مسجدی که با اهل بیت عصمت و طهارت در تضاد باشد او نور نداره، او دشمن رو تشخیص نمیده، او باعث درد سر برای دشمنان خدا نمیتواند باشد. مسجد میتواند نورانی باشد که اون مساجد، اون مسجد یک طرفش به خانه وحی مرتبط باشد. رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله، اینامی که در این خانه گره خوردن، رابطه برقرار کردن، اینها مردان هستند که تجارت و خرید و فروش اونها را از ذکر خدا غافل نمی کند. این آیه نمیگه که مؤمن تجارت نمی کنه، بیع و خرید و فروش نمی کنه، نه، میگه در حالی که در مشغول بیع و شراء، مشغول تجارت هم، رویشان از قبله بر نمی گرده، یعنی یاد خدا در حال تجارت هم هست. رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله، مردانی هستند، انسانهای هستند که در حالی که ظاهرش رو گمان میکنی اینا مشغول کار دنیاین، ولی وقت عمق کارش را ملاحظه کنی میبینی مشغول کار آخرت هم، دنیا ارزش برایشون نداره. اما اگر غیر از این باشه، حجش هم جهالت و تاریکی میاره. کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود، حاج احرام دیگر بند، ببین یار کجاست. اگر یار رو گم کنه، شیر استر جنرال حداقل 14 مرتبه پای پیاده مکرر. برادران، سرورانی که در این هوای سرد آمدین مسجد تا بیایین اینجا محور شوین برای یاران مهدی فاطمه، بگوین سردی ها، گرمی ها، فقر، بیچارگی مانع ما نمی شود ما از این صفوف جدا شویم. بدانیم وقتی که ما اگر خدای نخواست رابطه ما با اهل بیت قطع شود، این نماز ما تاریکی می آورد. یک مثال عرفی بزنم، اگر کسی دستش به دست اهل بیت رسید، اهل بیت اینا رو بالا می برد. مثل کسی که وارد تیاره می شود، فقط همین زحمت ورود در تیاره رو میکشه، دیگه بالا رفتن وظیفه تو نیست، تو نشسته ای، اما تیاره تو رو بالا میبره. اگر با مکتب اهل بیت رابطه برقرار کردی، عقل به تو حاکم میشود، دیگه لازم نیست خودت رو به زحمت بیاندازی. خود این انسان عاقل راه رو از چا تشخیص میدهد، اما برعکسش. اما اگر
اهل بیت را تشبیه کنیم به کشتی، چون پیامبر فرمود حسین ابن علی کشتی نجات امت من. اگر کسی در داخل دریا از کشتی فقط فاصله بگیره، دستش را از دستگیره کشتی نجات رها کنه، دیگر نیاز به غرق شدن نیست، کسی دیگه او را غرق بکنه. خود همین رهایی دستش از دستگیره کشتی نجات، در داخل دریا هر مقدار قدرت بدنی داشته باشد، هر مقدار شناگر قابل باشد، در دریا در اون بحر مواج غرق میشه. آقایون با این همه کشمکش عالم، با این همه تبلیغات زهراگین بشریت بر علیه دین و دیانت، اگر دستت به دست ولی خدا نباشد، مطمئن باش هر مقدار زیرک باشی نجات پیدا نمی‌کنی، بالا نمی‌ری، ذکر خدا در دلت راه پیدا نمی‌کنه. اما اگر دستت به دست ولی خدا افتاد، تلاش کردی دستگیره رو به دست بگیری، واعتصموا بحبل الله، او زمان دیگه خیلی کارها سهل می‌شود. عرض من اینه برادران، اگر زینب در مسیر کربلا اینقدر زیبا می درخشه، یک قدم بدون امر امامش حرکت نمیکنه، یک قدم. زینبی که سرپرست کاروانه، به محض خیمه ها آتش میگیره. اینا رو برای روزه نمیخونم، برای که معرفت ما بیشتر شود. تا به محض خیمه ها آتش گرفت، آمد محضر امام سجاد، ابن رسول الله، ای رهبر من، ای امام من، وظیفه مردان ما شهادت بود، زنها چه کار باید بکنن؟ باید بسوزن؟ اگر امامش می فرمود بلی، حتما زینب این کار را انجام می داد. امام سجاد با دست اشاره کرد، ام جان علیکن بالفرا. زینب اگر این مقام را پیدا کرده، دلیلش فقط اطاعت از ولی خداست، فقط اطاعت ولی خدا. آقایون اگر دست ما از دست ولی خدا رها شود، هر مسیری که به پیماییم مثل همون داخل موج بحر دریاست که هر قدر دست و پا بزنیم زودتر هلاک میشویم. اگر نام زینب امروز اینقدر دلنشین شده، اگر نام زینب اینقدر امروز با عظمت یاد می شود، دلیلش اینه، در کشتی نجات سوار بوده. اگر شما شنیده این به امام حسین خیلی علاقه داشت، از باب علاقه برادر و خواهری نیست، به خدا قسم نیست، فقط از باب امام معمومه، چون او امام زمانش رو یک لحظه نبیند میتاب میشه. خیال نکنین از باب برادر بودنه، از باب اینه که او خواهر و برادر بوده. شنیدین این قضیه را؟ زیادم شنیدین. عبدالله میگه شب اول ازدواج من با زینب سلام الله علیها بود، صبح زود دیدم زینب بعد از اون که عبادتش رو انجام داد بیتابه، هی از این گوشه به اون گوشه میره، به در نگاه میکنه، منتظره. آمدم میبه یه دل پیامبر، چی شده؟ چرا اینقدر بیتابی؟ گفت عبدالله یک شب امام زمانم رو حسینم رو نمیدونه، یکی کاری نداره، میرم حسینم میارم. یکی وارد خانه امیرالمؤمنین شدم، دیدم حسینم بیتابه. گفتم حسینم چی شده؟ چرا بیتابی؟ گفت عبدالله میدانی یک شب خواهرم زینب رو ندیدم، یعنی میانی عاشق و معشوق رمزی است، چه داند اون که اشتر میچرانه. زینب میداند با امام زمانش چگونه منتظر امام زمانش باشه. بعد خدا این زینب امام زمان شناس رو میاره بالا. خیال نکن تو فقط منتظر امام زمانی، به خدا قسم اگر تو هر مقدار منتظر امام زمانت باشی، به همون اندازه امام زمانم منتظر توئه. فی بیوت اذن الله، خانه هاییست که خدا اذن داده، ان ترفع و یذکر فیه و یذکر فیه اسم الله، در این خانه ها ذکر خدا بالا برود. کی؟
یسبح له فیها بالغدو والآصال، تسبیح خدا در این خانه ها شود شبان روز، تعطیلی نداره، یا خوابش هم عبادت، نگاهش هم عبادت. زینب که اینقدر قهرمانه که به نام قهرمان کربلا مشهور شده، این نیرو را از امام شناسی گرفته، چون در خانه وحی تربیه شده. زینب می دیده مادرش زهرا چگونه نیمه های شب دست دعا را بلند میکنه، دعا میکنه، گوش فرا میدن، برای که دعا میکنه، گوش میده، خدایا این همسایه های کدام همسایه؟ او همسایه هایی که در حق زهرا جفا کردن، نیامدن احوال زهرا را بگیره. ابن عباس میگه از سلمان نقل میکنه، سلمان میگه وارد خانه بیبی شدم، دیدم بیبی خیلی رنجوره، ایام شهادت بیبی، ایام مریضی بیبیه، دیدم بیبی خیلی رنجوره، سلام کردم، احوال گرفتم، گفتم بیبی جان حال چطوره؟ عرض فرمود سلمان چرا از ما فاصله گرفتی؟ چرا خانه ما نمیاری؟ عرض داشتم بیبی هر وقت میم حال تو رو میبینم تحمل نمیتوانم، این همه صدمه به تو وارد شده است. ولی زهرا برای همین همسایه هایی که بیوفا دعا میکنن، زینب اینا رو یاد گرفته، نیرو گرفته. عذرخواهی میکنم که بدون آمادگی مشکلاتی که پیش آمده بود نتوانستم مطالب را خدمت شما تقدیم کنم. پس عرضم کل در کل اینه برادران، ما اگر بخواهیم رشد کنیم راهش اینه، دست ما در دست ولی خدا باشه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. خدا ولی و سرپرست مؤمن است، مؤمن را از ظلمت نجات میده، همونطوری که عرض کردم داخل تیاره شدی تیاره خودش تو را بالا میبره. اما کسانی که سرپرستشان طاغوتیان باشه، سرپرستشان زر و زور و تزویر باشه، یخرجونهم من النور الى الظلمات، از داخل کشتی نجات اونا را میبرن به سمت بحر و عمق دریا، جاذبه عمق دریا اونا را جذب میکنه. پس تلاش کنیم، نماز ما، عبادت ما وقت نور پیدا میکنه که طبق دستور و فرمان ولی خدا باشه و خودمان را در چوکی و در کشتی نجات اهل بیت برسانیم. و الا نماز نور نداره، روزه نور نداره، حج نور نداره. نورانیت الله نور السماوات و الارض، خدا نور آسمان و زمین. کی نور بر ما میتابه؟ وقت تحت شعاع نور خودمان را قرار بدیم. اما اگر رفتیم زیر چتر طاغوت، این نور از ما فاصله گرفت، اون زمان دیگه نمیتواند هیچ عمل ما را نجات بدهد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على ابن عمه ووصيه سيد الوصيين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة الشهيدة المظلومة سيدة نساء العالمين، وعلى الحسن والحسين
سیده شباب اهل الجنه و علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة القائم المنتظر المهدی صلوات الله علیه و علی آبائه. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة. والروي عن أبي عبد الله عليه السلام: أوصيكم بتقوى الله، فإن الله قد ضمن لمن اتقى أن يحوله عما يكره إلى ما يحبه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله و نظم امركم. برادران، نمازگزاران، اعم از خواهران و برادران، ابتداعا خودم را و سپس شما سروران عزیز را توصیه به تقوای الهی می کنم، همینطور که در حدیث شریف وجود نازنین سید الشهدا علیه السلام می فرماید: مردم، خاندان من، جامعه انسانی، شما را توصیه به تقوای الهی می کنم، چون هر کس تقوا پیشه کند خداوند ضامن اوست که دگرگون بکنه هر چیزی را که او از او کراهتش می آید. سختی ها، وقتی انسان با تقوا با سختی ها روبرو شود، خدا اون سختی را تبدیل به زیبایی می کند. امیدوارم عزیزان نمازگزار، مؤمنین و مؤمنات اعمالشون قبول دربار ذات ذوالجلال الهی قرار بگیره. دو سه نکته بسیار کوتاه عرض میکنم. نکته اول، رهبری داعش اعلام کردن در سرپرستشان کشته شده و رهبر جدیدشان را انتخاب کردن. اینا زیاد قابل دقت نیست، اما اون چه که مایه نگرانی است اینه: در این اواخر نام رهبران داعش شکل و شمائل به خود گرفته، به عنوان هاشمی و قریشی، و الان هم نامش را گذاشتن حسین حسینی. برای شما این قضیه نگران کننده نیست؟ میخواد چی کار بکنن؟ دشمنه دیگه، کار کشته ترین دشمنان اسلام برنامه ریزی کردن. من نگران این مسئله، داعشی ها با انتخاب چنین نامی بخواهن این گروهک را نسبت بدهن به پیروان ابی عبدالله علیه السلام، تبلیغات زهراگینی را از این طریق به شامه بشر ایجاد کنن. نگران اینن بخواهن افکار عمومی را در این مسیر فریب بدهن، همون گونه که تا هنوز با فریب پیش رفتن. بخواهن به نوعی این گروه اگه جنایتکار آدم کش را نسبت بدهد که اینها با پیروان علوی و پیروان حسینی ارتباط دارن. خب همه که مثل شما آگاهانه نیست، کشورهای دور دنیا فقط داعش را به عنوان گروه اسلامی میشناسد، نمیداند بنیه‌اش کجاست، افکارش چیست، اینها چگونه با اسلام رابطه داره. اصل ایجاد داعش برای زدن ریشه های اسلامی بوده است. اما الان ترس من اینه، به عنوان یک طلبه، انتخاب این نام ها می طلبد جوانان ما در فضای مجازی فعالتر شوند، روشنگری کنند. امروز درست است که ما توان نداریم در دنیا کاری بکنیم، ولی فضای مجازی
امروز یک وسیله خوبی است که اگر جوانان ما آگاهانه و فعال کار بکنن، اینا را معرفی کنن در دنیا که اینا هیچ نسبت با مکتب علوی و نسبت حسینی ندارن، هیچ نسبت. نکته دوم، انتحاری که در سمنگان مدرسه الجهادی را مورد حمله قرار داد، تعداد از هموطنان ما کشته شدند، عده‌ای هم زخم دارند. ما به عنوان یک طلبه به نمایندگی شما مردم عزیز این حمله انتحاری را به شدت محکوم میکنیم و عاملین این جنایت را خواستار این به دادگاه های بین المللی و عدلی محاکمه شوند. کسانی که با ترور، با انفجار، با انتحار میخواهد دروازه مکاتب، مساجد، منابر رو ببندند، چه در شرق کشور، چه در جنوب کشور، چه در شمال کشور، چه در مناطق مرکزی کشور باشه، همه از یک آبشخور آب نوش جان میکنن که زهر مارشون با همه در صدد ناامنی این مملکت است. ما به عنوان یک طلبه برداشت ما اینه، هیچ انتحار کننده دستور قرآنی نداره. ما در فرهنگ قرآن انتحار نداریم. ما در فرهنگ قرآن، در فرهنگ دین، در فرهنگ انبیای الهی، کسانی که ظلم میکنن همون ظالم باید مجازات شود، نه این که زن و بچه و کودک و به خصوص عده‌ای که آمدن تعلیم قرآن یاد بگیرن. آقا من با شما دشمنی شخصی دارم، شما پدر مرا کشتین، من حق ندارم برادر شما را اعدام کنم. اگر این کار را بکنم از مسیر قرآن خارج شدم، از عدالت الهی بهره نبردم. پس با کدام توجیه میتوان انتحار و انفجار را توجیه کرد؟ با کدام دلیل عقلی و نقلی؟ ما به عنوان مردم این کشور، مردم این سرزمین، انتحار و انفجار به هر شکلیش در هر گوشه این کشور و در هر گوشه عالم باشد تقبیح میکنیم و امیدواریم که روز برسد این جنایتکاران به سزای اعمالشون نائل شوند. نکته اخیر، ولادت نازنین زینب سلام الله علیها. از مردم شریف، مردم عزیز تشکر میکنم. مجالس خوبی الحمدلله برگزار شد. روز ولادت زینب سلام الله علیها مدرسه کوثر النبی دعوت از خواهران به عمل آورده بود، بیش از انتظار ما خواهران ما شرکت کرده بود. مسجد حسینیه کنار مسجد اصلا جا نبود، بیش از انتظار خواهران ما بیش از 5-600 نفر شرکت کرده بود که قابل هضم نیست. خدا را سپاسگزاری میکنیم و از شما مردم متدین، مؤمن، مخلص تشکر میکنیم که این گونه تلاش میکنین فرهنگ علوی در جامعه بقا پیدا کنه. و بار دیگر این ولادت خجسته به همه شما مردم شریف، مردم عزیز تبریک عرض میکنم. زینب سلام الله علیها متولد شد، آوردن محضر امیر المؤمنین، یا علی دخترتون رو نامگذاری کنی. امیر المؤمنین فرمود فاطمه جان، دختر پیامبر، جانم به فدایت. خوب نگاه کنین، این تعابیر خیلی زیباست. فرمود فاطمه جان، کی من بر پیامبر سبقت گرفتم که این بار باشه؟ بگذار پیامبر بیاید این دختر رو نامگذاری کنه. ظاهرا حضرت رسول مکرم اسلام مدینه نبوده. وقتی محضر وجود نازنین رسول الله بردن دختر، پیامبر یک نگاه عمیق به چهره دختر کرد. شما میفهمید تا میگم نگاه عمیق؟ نمیدانم، شاید به بازوهای بیبی نگاه کرده باشه،
شاید به پشت و پهلوی بیبی نگاه کرده باشه، شاید پیامبر به یاد او لحظات شهر شام افتاده باشه. حضرت زین العابدین میگه هر زمانی بچه ها را تازیانه میزد، عمه جان زینب بدنش رو سپر میدن. شاید پیغمبر نگاهی عمیق به این قضیه کرده باشه. بعد پیامبر فرمود نام این دختر را زینب میگذارن، یعنی چی؟ زینت دوش علی. بحبه علی کیه؟ علی که پیامبر میگه ضربت علی فی یوم خندق افضل من عبادت الثقلین. علی که پیامبر میگه برادر من است. علی که پیامبر میگه علی ابن قرآنه، قرآن دور محور علی میچرخه، علی از قرآن و قرآن از علی جدا نمیشود. علی که پیامبر میفرماید اگر علی رو خدا خلق نمیکرد هم کفی برای فاطمه نبود. این علیس با این همه زیبایی ها، اما زینب میشه و زینت دوش علی. زینب زینت دوش علی. این ولادت با سعادت و پربرکت را بار دیگر محضر شما خوبان و محضر وجود نازنین قطب عالم امکان مهدی فاطمه عجل الله تعالی فرجه الشریف تبریک عرض میکنم. ایام ایامی مریضی بی بی دو عالمه. یک اشاره کوتاه بکنم، اگرچه این صلاحیت را ندارم، اما از اونجا یکی خانواده کریمه، خانواده عزیزه، هر که در خانه اش بره هیچ وقت ناامید بر نمیگرده. یا زهرا صلی الله علیه مدت صدای بلال رو نشنیدم، دلم برای اذان بلال تنگ شده، میخوام اذان بگوی بلال. بلال از مدینه بیرون رفته، خبر دادم بعضی میگه خود علی ابن ابی طالب آمد. بلال چرا نمیای از ما احوال بگیری؟ یا ابوالحسن آخه جای خالی پیغمبر رو نمیتوانم ببینم. بلال بیای اگه عذاب بگو. یا ابوالحسن به خود با خدا عهد کردم هرگز در مدینه یک پیغمبر نیست دیگه قدم نگذارم. صدا زد بلال، زهرا تقاضا کرده حبیبه خدا تا نام زهرا را شنید، فرمود چشم مولای من بیاید به بیبی خبر دادن، دستور داد حسنم حسینم زینبم نمیدانم کدام یکی از این بچه های کبیران به سرم را نزدیک در مسجد بند کنید، میخوام صدای بلال رو خوب بشنوم. آه یا رسول الله، تا بلال عزم رو شروع کرد الله اکبر و اشهد ان لا اله الا الله دیدم زهرا نالش بلند. آه بمیرم تا رسید به نام رسول الله اشهد ان محمد رسول الله. یک مرتبه دیدم امام حسن و امام حسین با سرعت میاید. بلال ابو بزه دیگه میخواد دیگه عزم نگو. چرا میبه دلم مادرم زهرا دستور داده زدا زد ابو بلال. اگر میخوای مادر ما را زنده ببینی دیگه عزم نگو ابو ابو. میخوام یک جمله عرض کنم و التماس دعا. یا زهرا آخه تو نام بابایت را با عظمت شنیدی اما بمیرم به دختران حسینت وقت سر جمع را بالای نیزه میدیدن تا میخواستم به
باسمك العظيم الأعلى الأعلى الأجل الأكرم الزهار قدائر قرب دار آي مؤمنين روح در نظر بگيرين غربت امام زمان ما را در نظر بگيرين دستهاي گدائي رو بلا بيارين بك يا زبل حقوق ما کسانی که دست ما گرفتن با مکتب اهل بیت آشنایی دادن همه را غریق دریای رحمتت بگردان به قربت مولای ما امام زمان علیه السلام به فرج آقای منتعجیل عنایت بفرما درد عالم را با وجود حضرتش با ظهور حضرتش دوا بفرما برای خوشنودی ارواح طیبه شهدا قبول طاعات و عبادات بر خاتم انبیاء محمد مصطفی صلوات الله علیه.